هممیهنان، همانطور که بسیاری از شما می دانید، هر روز ادامه تسلط جمهوری اسلامی بر سرنوشت ایران و ایرانی به معنای ضعیف‌تر شدن کشورمان است و عقب افتادن بیشتر از قافله پیشرفت جهانی. هر روز ادامه حکومت جمهوری اسلامی برابر است با فساد و فقر بیشتر برای مردم ایران و نابودی فرصتها برای نسلی دیگر. امروز جمهوری اسلامی در اوج بحران مالی و تنگنای اقتصادی، در اوج بحران مشروعیت سیاسی و در اوج انزوای جهانی قصد دارد دور از چشم مردم کشور عزیزمان را به بیگانه واگذار کند تا شاید برای ادامه بقای خود زمان بخرد. این تنها منابع طبیعی و ثروت و امکانات ایران نیست که بدون اجازه از مردم به بیگانه واگذار می شود. این آینده فرزندان ماست که جمهوری اسلامی برای چند روز حیات بیشتر به بیگانه واگذار می کند. این آب و خاک و استقلال کشورمان است که به بیگانه واگذار می شود. و دلالان این وطن فروشی مفاد این قرارداد خائنانه را از دید مردم، یعنی صاحبان اصلی کشور، پنهان می کنند. به این بهانه که طرف دیگر، یعنی دولت چین، راضی نیست. تردیدی ندارم که این حجم از سرسپردگی در مقابل بیگانگان قلب هر ایرانی میهندوستی را به درد می آورد. هممیهنان، پیام ما به حاکمان چین مشخص است. ما ملت ایران خواهان روابط محترمانه، دوستانه و برابر با تمام ملل دنیا از جمله با ملت کهن چین هستیم. اما زیر بار قراردادهای خائنانه‌ای که از سوی رژیم منزوی و نامشروع جمهوری اسلامی بسته شود نمی رویم. ما مردم ایران با صدای بلند میگوییم که جمهوری اسلامی منتخب و نماینده ما نیست و عمر این حکومت واپسگرا به سر آمده. ملت ایران همچون ملت چین وارث تمدنی باستانی و غنی هستند و فراز و نشیب‌های فراوانی را در طول تاریخ خود تجربه کرده‌اند. این ملت فراموش نخواهد کرد که در تاریخ ترین دوران خود کدام ملت ها در کنارش ایستادند و کدام دولت ها با سوء استفاده از ضعف رژیمی وطن فروش قصد غارت منابع ایران را داشتند. اکنون سخنی دارم با علی خامنه ای. آقای خامنه ای، شما در 32 سال حکومت خود مستبدانه و آمدانه باعث و بانی بدبختی میلیون‌ها ایرانی و عقب ماندگی و انزوای کشور ایران بوده اید. شما 32 سال یک نفره برای میلیون‌ها ایرانی تصمیم گرفته اید که نتیجه آن چیزی جز فساد، تباهی، تبعیض، فقر و فلاکت نبوده است. شما نه تنها هیچگاه خود را در معرض پرسش و همه پرسی مردم قرار نداده اید، بلکه حتی شهامت انجام یک مصاحبه حتی با رسانه‌های وابسته به خودتان را هم نداشته اید. شما و حکومت تحت رهبریتان با ماجراجویی هسته‌ای، لشکرکشی‌های منطقه‌ای و صدور تروریسم ملتی بزرگ و ثروتمند را منزوی کردید و به فقر و فلاکت کشاندید. شما و نزدیکان فاسدتان از طریق نهادهایی که مستقیماً زیر نظر خود شما اداره می‌شوند، رفاه و سعادت را از میلیون‌ها ایرانی ربوده اید. آقای خامنه‌ای، شما به پیروی از سلف جنایتکارتان یکتنه زنان ایران را از حقوق بدیهیشان محروم کرده اید. شما یک تنه
دستور توقیف و سانسور رسانه ها و اینترنت و سینما و موسیقی و هنر ایران را صادر کرده اید. شما یکتنه تصمیم گرفتید که ایرانیان از واکسن کرونا محروم باشند. شما با ادعای استقلال اما از ترس از دست دادن حکومت پوشالیتان رابطه ایران را با تمام کشورهای آزاد و دموکراتیک جهان قطع کردید و اینک برای ادامه چپاول ثروت ایران قصد دارید کشور را بدون اطلاع مردم به بیگانه واگذار کنید. شما نه تنها مستقل نیستید که یکی از وابسته ترین و خیانتکارترین حاکمان تاریخ ایرانید. امروز همان جوانانی که در خیابانهای ایران نام رضا شاه را فریاد می‌زنند و برای شادی روحش شعار می‌دهند، شما را همردیف دشمنان تاریخی و اشغالگران ایران می‌خوانند و خود بهتر از هر کس دیگری این را می‌دانید. تاریخ بهترین داور است و من مانند 80 میلیون ایرانی دیگر، مانند مادران داغداری که فرزندانشان قربانی حکومت قرون وسطایی شما شدند، مانند پدرانی که بیرون از زندانها منتظر دیدن روی فرزندان در بندشان هستند، باور دارم که نام شما در فهرست بدترین و مستبدترین حاکمان جهان ثبت خواهد شد. بدانید که روز داوری نزدیک است و مردم ایران در سالی که خودتان سال مانع زدایی نام نهاده اید، عزمشان را بیش از همیشه جزم کرده اند تا مانع اصلی آزادی و تندرستی و رفاه و پیشرفتشان یعنی جمهوری اسلامی را از سر راه بردارند. همیهنانم، بیش از 3 دهه پیش طی سخنرانی هایی هشدار دادم که اگر جمهوری اسلامی بماند، کمترین نشانی از استقلال و تمامیت ارضی ایران باقی نخواهد ماند. امروز شاهدید که این رژیم ضد ایرانی برای بقای خود از هیچ خیانتی به ایران فروگذار نمی کند. فرصت اندک است و آب و خاک کشورمان در معرض تهدید جدی، اما از میان برداشتن این تهدید و نجات ایران از گزند دشمن داخلی و طمعکاران خارجی در دستان خود ماست. در همان سخنرانی ها تاکید کردم که هیچ قدرت و دولت خارجی هرگز نمیتواند سرنوشت ایران را برخلاف خواست ملت ایران تعیین کند. عامل تعیین کننده در جامعه ایران قدرت ملت است. ما با هم و در کنار هم می توانیم سرنوشت کشورمان را به دست بگیریم و جمهوری اسلامی را همچون دیگر رژیم های دیکتاتوری و تمامیت خواه به موزه بدنامان تاریخ بسپاریم. باور دارم که آن روز نزدیک است. نه به جمهوری اسلامی، پاینده ایران.